به نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون به خوش آمدید. امروز شنبه دوم اوت 1398 خورشیدی است که برابر می شود به 29 فوریه 2020 میلادی. نخست هم سرخط چند خبر مهم. امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان در قطر. شکایت باشندگان ولایت جوزجان از مبدل شدن پارک پختی به جای امن معتادین. و گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان. مشروع خبرها با من محمود رسولی. بعد از کشمکش های زیاد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شد. توافقنامه صلح بعد از گفتگوهای چندین ماهی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان امروز با حضور داشت وزرای خارجه چندین کشور در قطر به امضا رسید. سرانجام پس از 18 ماه گفتگوها میان امریکا و طالبان توافقنامه صلح میان این دو طرف شام امروز در شهر دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این توافقنامه از سوی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و ملا برادر معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه در یک مراسم ویژه در حضور نمایندگان 30 کشور و نهادهای جهانی در هتل مشهور شیراتون امضا شد. در سر برگه توافقنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان آمده است که این توافق میان امارت اسلامی افغانستان که از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی شود و به نام طالبان شناخته می شود و ایالات متحده آمریکا امضا می شود. توافقنامه صلح آمریکا با طالبان یک مقدمه و سه بخش دارد. در بخش نخست درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته شده، بخش دوم بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش تاکید کرده و در بخش سوم هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته شوند گفته شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این مراسم حضور داشت. این توافقنامه پس از یک دوره 7 روزه کاهش خشونت‌ها امضا شد. این دوره که همچون یک دوره آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، شب گذشته پایان یافت. همزمان با این مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده و رئیس جمهور افغانستان اعلامیه مشترکی را صادر کردند. بر بنیاد این اعلامیه قرار است تمامی نیروهای آمریکایی در مدت 14 ماه افغانستان را ترک کنند. آمریکا هم اکنون در حدود 13,000 سرباز در افغانستان دارد. قرار است در درازای 10 روز پس از امضای توافق صلح آمریکا و طالبان گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. آمریکا ماموریتش را در افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 آغاز کرد. آمریکا تاکنون 750 میلیارد دلار را در جنگ‌های افغانستان هزینه کرده است. شهروندان شهر شبرغان از مبدل شدن دوباره پارک پختی این شهر به جای امن برای معتادین شکایت دارند. شماری از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که پارک پختی یگانه پارک برای تفریح شهروندان شهر شبرغان است که دوباره به جای امن برای معتادین مبدل شده است. این در حالی است که چندی قبل معتادین از این پارک توسط نیروهای امنیتی اخراج شده بودند. شماری از جوانان و باشنده های ولایت جوزجان می گویند یگانه تفریگاه مردم شهر شبرغان پارک بختی به بار دوم برای جای امن معتادین مبدل شده است. ما هم بخاطر از این جرات چه کردیم که ما با یک جمع آمدیم، بخاطر که یک نفر یک دختر خصوصا هیچ جرات نمیکرد در اینجا بیاید،
ما واقعاً تلخ که روبرو شدیم با معتادین و وضعیت محیط زیست بسیار خراب اینجا آمدیم. بعضی ها با موترهایشان اینجا پارکینگ وسایل نیست، اما با موتر و وسایل نقلیشان داخل میشن که باعث تخریب نمی سهم میشن اینجا. آنها که در داخل پارک بختی قدم میزدند با انتقاد از ادارات و مربوط میگویند از پارک بختی نگهداری نمیشود. از یک سو ورزشکاران مجبورند بنابر نبود جای مناسب برای ورزششان و باشنده های این ولایت به خاطر تفریح در این پارک می آیند. اینجا چمن جای تفریح است، ولی متاسفانه اینجا جای نفرای ولگرد، نفرای که باقیان که چوکات انسانی برامده اینا دمیجه و حتی کسایی که محتاد هستن متاسفانه چمن ما مبتلا به این پچه. عتیق الله یولچی مسئول مرکز آموزشی لنکن شبرغان میگوید باشنده های این ولایت از نابسامانی هایی که در داخل شهر شبرغان جریان دارد به سطوح آمده اند. جوانای ما روی بسیار خراب است میگیرند. این تجمع این مرکز فساد گشت و بالاخره ما به خاطر دادخواهی، به خاطر برملا ساختن این وضعیت پنهان، وضعیتی که کلی از این غفلت میکنه، ولایت اینجا هست، شهرداری اونجا هست، شورای ولایتی در پشت سر ما هست، چهار طرف ادارات دولتی اینا نمیبینن، میبینن اما جرأت ندارن. محمود یکی از معتادین مواد مخدر که در داخل پارک بختی قرار دارد، ارگانهای دولتی را به دست داشتن و فروش مواد مخدر در داخل شهر شبرغان متهم می کند. یک ما نیستیم. اینجا هزار نفر اینجا یعنی مواد می فروشن. اینجا یعنی پدر میگی، شیشه میگی، کراک میگی، یعنی هر چی که میگی اینجا خودشان دست دارن اینجا. اگر دست نداشته باشن هیچ کسی که اینجا خواه نپروخته میتونن یعنی خواه ندیگه. اینجا هر ساعت اینجا دیگر یعنی یا عسکر میای یا دیگر میای خب میگه یعنی پول بده برو. مسئولان در ریاست شهرداری شهر شبرغان میگویند آنها ارگان اجرایی نیستند و نمیتوانند معتادین را از داخل پارک بختی بیرون کنند و نیروهای امنیتی نیز به منظور پاکسازی پارک بختی با آنها همکاری نمیکند. دوم و شهروندان با ما همکاری خوبی ندارند. علت ایران چرا نمیفهم که آیا فرهنگ شهرنشینی ضعیف است در جوزجان؟ در کل مردم ها نبینیم یک اینده جوان ها خصوصا طبقه یک طبقه قشر عظیم جامعه که امروز گرفتار آن شده معتادین. در همین حال مسئولان امنیتی میگویند آنها یک جای بیرون از شهر شبرغان را برای معتادین در نظر گرفتند که به زودترین فرصت معتادین را از داخل شهر شبرغان جمع‌آوری میکنند. و دیگه ما بر مردم خود اطمینان میدیم که هر نوع پدیده منفی که رخ بده در اینجا پلیس مصمم به جلوگیری از او و ما آماده هستیم که از او جلوگیری کنیم. این در حالی است که چند قبل معتادین از طرف شهرداری شبرغان و ارگانهای امنیتی از داخل شهر شبرغان جمع‌آوری شده بودند. از نهم مهوت روز ملی سرباز در ولایت سرپل بزرگداشت و تجلیل به عمل آمد. مقام های محلی در این ولایت میگویند باشندگان این ولایت به پاس تلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت و حفظ جان و مال مردم از روز نیروهای امنیتی تجلیل و بزرگداشت به عمل آوردند. از نو مهوت روز ملی سرباز در حالی تجلیل به عمل میاد که بنابر اعلام هفته کاهش خشونت از سوی طالبان درگیری ها در این ولایت کمتر صورت گرفته است. از نه مهوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت سرپل طی همایش بزرگ تجلیل به حمل آمد. ذبیح‌الله همانی سخنگوی والی ولایت سرپل با تلویزیون بیک گفت از نه مهوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور طی یک محفل بزرگ با هدای تقدیرنامه و تقدیم دستگل‌ها به نیروهای امنیتی در استادیوم ورزشی ولایت سرپل تجلیل و گرامی داشت عمل آمد. آقای یمانی می افزاید در این همایش شماری از مردم و فعالان مدنی و سربازان اشتراک نموده بودند که با تقدیم دستگل‌ها بر نیروهای امنیتی از این روز بزرگداشت به عمل آوردند. با گفته آقای یمانی تجلیل از این روز بر نیروهای امنیتی قوت بخشیده و آنها با مورال بالا در خط نبرد می جنگد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تا
مشکل باشگاه در استادیوم ورزشی ولایت سرپل با حضور مقامات ارشد دولتی و نظامی مردم ولایت سرپل هم از زن و مرد و تعداد زیادی از سربازان جاربرکت امنیتی بزرگداشت به عمل آمد. نهم اُحد روز ملی نیروهای امنیتی در افغانستان هست. همه ساله مردم از این روز در سرتاسر کشور به خاطر حمایت از این قهرمانان تجلیل می نمایند. منصوبین پلیس ولایت بغلان 3 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر از این ولایت بازداشت کردند. سخنگوی فرمانده پلیس ولایت بغلان به تلویزیون بیگ میگوید منصوبین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی این ولایت 3 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. این افراد مواد مخدر به دست آمده را به طور ماهرانه در تانکی یک موتر کورولا جابجا کرده بودند. منصوبین پلیس ولایت بغلان 3 تن را در پیوند به قاچاق 14 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نمودند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس ولایت بغلان با بیان این خبر به تلویزیون بیگ میگوید منصوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت 3 تن را حین قاچاق مواد مخدر نو چرس دستگیر نمودند. این 3 فرد که میخواست 14 کیلوگرم مواد مخدر نو چرس را از ولایت قندوز به سوی کابل انتقال بدهد قبل از انتقال در کمربند شمرق شهر پلخمری توسط پلیس ولایت بغلان کشف و ضبط گردیده است. آقای بشارت میگوید افراد متذکر 14 کیلوگرم چرس را به قسم ماهرانه در تانکی یک اراده موتر نو کرولا جاسازی نموده بودند که قبل از رسیدن به هدف توسط منصوبین پلیس شناسایی و بازداشت گردیده و همچنان قضیه تحت بررسی قرار دارد. مدیریت مواد مخدر قماندانی امنیت ولایت بغلان مقدار 14 کیلو چرس که در اراده موتر نو کرونا ماهرانه جاسازی شده بود از قندوز به کابل انتقال میدادند در دروازه شمرق شهر پلخمری توسط کارمندان مدیریت مواد مخدر کشف و به دست آمد. در این قضیه فعلا 3 نفر بازداشت شده و قضیهشان تحت بررسی قرار دارد. کارمندان تلویزیون بیگ به خاطر قدردانی از زحمات نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم برایشان گل اهدا کردند. کارمندان تلویزیون بیگ به مناسبت روز ملی سرباز و با پاس قدردانی از تلاش و زحمات نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم برایشان گل اهدا کردند. این در حالی است که از 9 اُحد که مصادف به روز ملی سرباز هست در نقاط مختلف کشور با برگزاری محافل تجلیل و بزرگداشت به عمل آمده است. گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای مختلف باعث حراس از همه‌گیریان شده است. 8 کشور اولین مورد ابتلا به این ویروس را گزارش داد و سازمان جهانی بهداشت سطح هشدار را افزایش داده است. در همین حال مقام‌های بهداشتی در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگون و واشنگتن آمریکا به آمریکا 3 مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردند. گسترش سریع ویروس کرونا در کشورهای مختلف باعث حراس از همه‌گیریان شده است. 8 کشور اولین مورد ابتلا به این ویروس را گزارش داده و سازمان جهانی بهداشت سطح هشدار را افزایش داده است. مقام‌های بهداشتی در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگون و واشنگتن آمریکا 3 مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردند. فردی که در کالیفرنیا به این ویروس مبتلا شده زن 65 ساله‌ای در شهرستان سانتا کلارا است. فرد مبتلا به ویروس در اورگون ساکن شهرستان کلاکاماس است و در مکتب کار میکند و ممکن است دانش آموزان و سایر کارکنان مکتب را به ویروس مبتلا کرده باشد. مقام ها در شهرستان اسنوهومیش ایالت واشنگتن هم از ابتلا یک دانش آموز خبر دادند. هیچ یک از این 3 بیمار با فردی که مبتلا به ویروس کرونا بوده تماس نداشته و سابقه سفر به کشورهای شیوی‌یافته را نداشتند. به گفته رسانه‌های خارجی این افراد در داخل خاک آمریکا به این ویروس مبتلا شدند. سازمان جهانی بهداشت خطر شیوع ویروس کرونا در جهان را بسیار زیاد توصیف کرده و هشدار در این باره به بالاترین سطح ممکن رسانده است.
تیاره های بدون سرنشین ترکیه عملیاتی را در محصران در جنوب شرق ادلب انجام دادند. ترکیه مدعی شد آسیب های جدی پس از این حمله هوایی به تجهیزات ارتش سوریه وارد شده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی بمباران هوایی منطقه ادلب از سوی نیروهای هوایی سوریه 33 نظامی ترکیه جان خود را از دست دادند. یک منابع خبری از حمله تیاره های بدون سرنشین ترکیه به مؤثران در جنوب شرق ادلب سوریه خبر داد. الجزیره گزارش داد این حمله تلفاتی در پی نداشته است. ترکیه مدعی شد آسیب های جدی پس از این حمله هوایی به تجهیزات ارتش سوریه وارد شده است. تروریست ها در سوریه از سلاح های دوش پرتاب امریکایی استفاده می کنند. این در حالی است که پیشتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده بود. انقره خواهان برپایی منطقه پرواز ممنوع بر فراز ادلب سوریه است. ریاست جمهوری ترکیه گفت قدرت های جهانی باید منطقه پرواز ممنوع را در سوریه به منظور حمایت از صدها هزار آواره به سبب درگیری ها اعمال کنند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی بمباران هوایی منطقه ادلب از سوی نیروهای هوایی سوریه 33 نظامی ترکیه جان خود را از دست دادند. بامداد روز جمعه همزمان با اوج گرفتن تنش‌های بین ترکیه و سوریه شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد که در پی حمله هوایی ارتش سوریه به مرکز تروریست‌ها در ادلب کاروان ارتش ترکیه در منطقه جبل زاویه در حومه ادلب مورد هدف قرار گرفته است. طی این حمله هوایی حداقل 34 نظامی ترکیه کشته شدند. سفیر امریکا در فلسطین در گفتگوی با شبکه الجزیره اعلام کرد واشنگتن برای هماهنگی با تشکیلات خودگردان درباره معامله قرن کانال‌های محرمانه با این نهاد دارد. وی در گفتگو فلسطینی‌ها را به نشستن بر سر میز مذاکره خوانده هشدار داده است که فرصت آنها برای دستیابی به دولت به مرور زمان کم می‌شود. سفیر امریکا در فلسطین در گفتگوی با شبکه الجزیره اعلام کرد واشنگتن برای هماهنگی با تشکیلات خودگردان درباره معامله قرن کانال‌های محرمانه با این نهاد دارد. با گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس گفته است سفیر امریکا در فلسطین اعلام کرد کانال‌های سری میان واشنگتن و دولت تشکیل خودگردان و سران این نهاد پیرامون طرح امریکا موسم به معامله قرن وجود دارد. وی در گفتگو فلسطینی ها را به نشست به میز مذاکره خوانده هشدار داد فرصت های آنها برای دستیابی به دولت به مرور زمان کم می شود. وی افزود امریکا نمی تواند موافقت های این طرح را تضمین کند، اما این نباید به مانع در برابر نشست فلسطینی ها بر سر میز مذاکره تبدیل شود. تشکیلات خودگردان و رئیس آن محمود عباس اعلام کرده با معامله قرن مخالف هست. همچنین از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قدس را به عنوان پایتخت فلسطین بر رسمیت شناخته، شوراهای مرکزی و شوراهای ملی فلسطین چندین نشست برگزار کرده هند. سران تشکیلات خودگردان در این نشست ها به بازگردان در روابط با اسرائیل اشاره داشتند، اما هیچ کدام از این تصمیم ها اجرایی نشده هست. حال هم به وضعیت ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.